تصمیمی که مجلس گرفته برای یارانه 91 ما دو برابر کردن یارانه ها با یه طیفی رو هم ظاهرا اضافه میشه بر اساس این تصمیم کسانی که تا الان به هر دلیلی یارانه نمیگرفتن یا اونا اضافه یعنی مبلغی به هر حال اینجا اضافه شد. من خواستم نظر شما راجع به این تصمیم بدونم. ببینین من اعتقاد خودم اینه که ما اگر میخواهیم به سمت کمک مردم بریم، کمک برای روش‌های متمکن سازی مردم بهتر از، یعنی به عبارتی حمایت از مردم به روش متمکن سازی بهتر از اینه که ما کمک یارانه‌ای به مردم بدیم. اون کمک یعنی اون حمایت در اون حوزه‌ها میتونه روش‌های مختلفی داشته باشه. کافیه ما در حوزه مسائل ارزی روشی رو دنبال بکنیم که موجب تقویت ارزش پول ملی بشه. تقویت ارزش پول ملی یعنی برگردوندن قدرت خرید مردم که در طی سال اخیر از دست رفته. شما یه وقت حقوق 5 میلیون تومانی یه نفر رو مثلا فرض کنید 50% افزایش میدید میشه 7,500,000 تومان، بعد تورم مثلا اگه شد 60% مفهومش اینه که با 7,500,000 تومان قدرت خریدش نسبت به 5 میلیون کمتره. یه وقت نه، شما 5 میلیون تومان رو یا افزایشش ناچیز میدی مثلا 20% افزایش میدی میشه 6 میلیون تومان، اما قدرت خریدی که قبلا به واسطه تورم اتفاق افتاده بود برمیگردونی توان قدرت خریدش به 8 میلیون افزایش میدی، یعنی با اون 6 میلیون میتونه 8 میلیون قبلی رو بخره. اینم یه روشه. حتما لازم نیست شما پول به مردم بدید، حتما لازم نیست که منابع رو در قالب یارانه توزیع کنید. پس بنابراین روش‌های کمک به مردم، حمایت از مردم، کمک یارانه لازمن نیست، الزاماً این نیست. چیکار میتونیم بکنیم؟ ما قدرت خرید مردم برگردونیم. من زمان یادمون، زمان دو تای احمدی نژاد وقتی تورم در سال 90-91 به خاطر شوک ارزی اون سال یادتونه دلار از 1000 تومان شد به 3500 تومان، خیلی از مردم به ما میگفتن آقای پروری ما نمیخوایم یارانه بگیریم، کل یارانه ما مال دولت، ما رو برگردونید به زمان قدرت خرید دلار 1000 تومان. من فهم میکنم الان مردم ما این جمله رو به ما میگن، شما اصلا یارانه رو بذارید کنار، ما یک یارانه نمیخوایم، برگردید به قدرت خرید دلار 3500 تومان. یعنی وقتی اون اتفاق میفته قدرت خرید مردم خودش اتوماتیک برمیگرد. پس اساس این که ما متمکن سازی خانوارها رو از محل روشهای غیر از پرداخت داشته باشیم. در کنار این قضیه یک جاهای استقرار پیش میاد، شوک ارزی اتفاق افتاده، وضعیت کرونا کسب و کارها رو تحت تاثیر قرار داده، شرایط معیشتی مردم با مشکل مواجه شده، توی بازه زمانی کوتاه مدت برای گذار ما یک کمک‌هایی باید بکنیم، مثل کمک‌های اورژانسی که شما در یه جایی مثلا مثل حادثه سیل زلزله و امثال نام می‌کنید. اونجا نمی‌رید شما روز اول در یه جایی که سیل اومده بگید خب ما اینجا میایم جادتون رو درست می‌کنیم. در روز اول شما به اونها مواد غذایی می‌رسونید، در روز اول به اونها مواد یا چیز مسائل گرمایشی و سرمایشی می‌رسونید، اینا یه کارا رو می‌کنید. پس بنابراین این البته برای بازه زمانی کوتاه‌مدت تا 20 سال بعد از سیل که اونجا دیگه از این کارا نمی‌کنن دیگه، توی بازه زمانی کوتاه‌مدت اگر اقدام مجلس برای یک حمایت کوتاه‌مدت باشه در کنار یک حمایت کاملا دائمی تحت عنوان تقویت بنی اقتصادی خانوارها به واسطه افزایش سرانه درآمد کشور، به واسطه افزایش تقویت ارزش پول ملی، به واسطه ایجاد اشتغال در کشور، همه این شاخص‌ها باشه، شما دیگه به تدریج اونا مردم متمکن میشن، دیگه نیازی به یارانه ندارن. اون در میان مدت بلند مدت تعقیب پیدا میکنه. اگر ما در مجلس نگاه کوتاه مدت فقط برای 1400 بگیریم با یه بازه زمانی کوتاه مدت، حتما این میتونه مبنا باشه اگر بخواد این رویکرد استمرار پیدا کنه. یعنی ما این رو تو سال 1400 بذاریم، 1401 هم دیگه با این روش بخوام استمرار بدیم، حتما این خطا راه بردیم، حتما این اشکاله. ما باید مثلا بگیم بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال ما وضعیت درآمدی خانوارها رو به واسطه توانمندی بیمیرسونیم. ما مردم رو باید متمکن کنیم، نباید وابستهشون کنیم به دولت برای دریافت یارانه. البته امکان داره جمعیتی در جامعه در دنیا هم هستن به دلایل مختلف امکان متمکن سازی به دلیل شرایط جسمیشون، به دلیل وضعیتشون، به حال افرادی اصلا نمیتونن. نه، اونا اون جامعه باید جامعه هدفن، باید کمک بشن. مثل افراد تحت پوشش بهزیستی، جایی که دیگه به هر حال شرایط خاص دارن. اما اینکه شما قاطبه جامعه رو بگید، الان شما میگید کلی به کل کشور بدیم دیگه، الان صحبت سر اینه دیگه. این به نظر میرسه رویکرد میان مدت بلند مدتش حتما خطا راه بردی. کوتاه مدت برای یه بازه زمانی حتما میتونه مبنا داشته باشه، ولی اگر استمرار پیدا کنه و این بشه پایه‌ای برای حرکت آینده، حتما این مسیر نمیتونه کشور کنه. ضمن اینکه عواقب ناشی از پرداخت‌های نقدی آثار تورمی شما باید خیلی ببینیم،
که چه اتفاق میفته و اون آثار به کجا میره، خود این اثر تورمی پولی که مردم داد میدیم ذوب نکنه. یعنی ما مثلا فرض کنین 100 واحد به مردم میدیم، اگه اثر تورمی شد 120 واحد، یعنی مفهومش اینه که ما بچه 100 واحد چیز داریم کمتر ازشون میگیریم. تورم یعنی گرفتن پول از دست مردم. اگر آثار تورمیش یا مکانیزمایی که نوعی راه هست به نوعی باشه که آثار تورمیش تورم به عبارتی خارج از حد منطقی و نرمال باشه و تورمی که بانک مرکزی مثلا اعلام میکنه مثلا نرخ 20 درصدی که اعلام میکنه، طبیعتا اون افزایشه. مفهوم سادهش اینه که ظاهر یه عددی تعلق میگیره اما در باطن بیش از اون عدد داره از جیب مردم با تورم خارج میشه که هیچ کدوم عقل منطقی و نگاه کارشناسی نمیپذیره. این دو تا نکته، این دو نکته عرض کردم بستگی داره با چه روی کردی و نگاهی ما ببریم جلو. امکان داره بگیم آقا این ما کوتاه مدت میخوایم بریم مردم توی وضعیت بازدهانی باشن. دقیقاً نه، میخوام بگم راهبرد ما اگر این باشه، یعنی در همین مجلس بخواد 4 تا بودجه بنویسه، یعنی اولین بودجه شه. حالا بخوام همینه بگم، میخوام بگم اگر ما این نگاه اینجوری داشته باشیم، بگیم ما برای امسال برای گذر از این بازه زمانی که مردم تو فشارن و واقعا باید کمک بشن این کارو بکنیم، من فکر میکنم برای مسیر گذار عیب نداره، میتونه ضمنی که اون عواقب ناشی از تورم میشن به واسطه تزریق نقدینگی در جامعه رو باید ببینیم، مکانیزمایی بدیم که این اثر تورمی کمترین باشه. این دو تا نکته مهمه. اگه خارج از این باشه بنابراین به نظرم میرسه چورچ اشکالات جدی.